نرگس هورخش از استانبول همراه ماست. نرگس، داستان این کریدور هوایی بین عراق و سوریه برای انتقال جنگنده های گروه پیکک چیست و در واقع موضع دولت ترکیه در این باره چی بوده تا کنون؟ دولت ترکیه به هر چیزی که مربوط به گروه کارگران کردستان یا PKK شود بسیار موضع اساس و جدی را در قبال خواهد داشت. به همین دلیل هم مسئله کریدور هوایی که بین عراق و سوریه انجام شده بود که پس از سقوط دو هلیکوپتری که در آن 9 عضو ارشد گروه PKK جانشان را از دست دادن، خبر برهای مبنی بر این که اتحاد میهنی کردستان به رهبری بافل طالبانی دستور این کریدور داده و از طریق یک کمپانی شخصی که آمریکایی بوده و آمریکایی ها این هلیکوپترها را اجاره کردند و به حزب میهنی دادن، این اتفاق افتاده. این چیزی است که مقام های و منابع دولت ترکیه می به همین دلیل هم در پاسخ به این ارتباطی که ایجاد شده و نزدیکی اتحاد میهنی کردستان با PKK از اول اپریل تا حالا تمامی پروازهای ترکیش ایرلاینز به فرودگاه سلیمانیه در کردستان عراق متوقف شده، چیزی که دانا محمد سخنگوی فرودگاه سلیمانیه در کردستان عراق همان را تایید کرده، اما گفته جانب ترکیه هیچ گونه جزئیاتی در این مورد نداده و آنها پیامی فرستادن به دولت ترکیه تا در مورد این اقدام ترکیه از آنها پاسخ بگیرن، اما تا حالا دولت ترکیه چیزی در این مورد نگفته. اما ما میدانیم که این اتفاق بدون در نظر داشتین که حالا آمریکا آگاه باشه هم اتفاق نمیفته و منابع ترکی گفتن که این کریدوری که در ماه گذشته و در ماه مارچ اتفاق افتاده که خبرهایش فاش شد در هماهنگی با آمریکا صورت گرفته و این گروه هایی که در داخل کردستان هم فعال هستند مطمئناً سهم خودشان را داشته و ترکیه از کردستان اقلیم کردستان خواسته که هر چیز زودتر در این زمینه پاسخ بگویه، چیزی که نخست وزیر اقلیم کردستان گفته مربوط به حزب رقیبش اتحاد میهنی کردستان میشه و آنها باید مسئولیت این موضوع را بر دوش بگیرند. ممنونم از تو نرگس هورخش که ما را همراهی کردی.